رئیس علی دلواری در سال 1261 هجری شمسی در روستای دلوار از توابع شهرستان تنگستان استان بوشهر متولد میشه. تنگستان منطقه کوهستانی در جنوب شرقی بوشهره و از جنوب دشتستان بوشهر تا ساحل دریا امتداد داره. پدر رئیس علی ظاهر محمد ملقب به رئیس محمد و معین الاسلام کت خدای دلوار و از طایفه لورهای نوراباد ممسنی بود و مادرش هم شهین دختر علی از طایفه فولادی باغک تنگستان بوده. سند تایید شده‌ای برای تعیین اصالت رئیس علی وجود نداره، اما در مصاحبه‌ای که محمود نامور خواهرزادش در سال 1373 شمسی انجام داده، رئیس علی رو از طایفه لورهای نوراباد ممسنی معرفی کرده. اون در مصاحبهش گفته در دوره حکومت زندیه سه برادر به نام‌های احمد محمد، حسن محمد و محمد محمد از ناحیه لورهای نوراباد ممسنی به استان بوشهر مهاجرت می‌کنند. احتمالاً دلیل این مهاجرت درگیری‌های قبیله‌ای و اختلافات درون ایلی بوده. احمد در روستای دلوار، حسن در روستای چاتلخ و محمد هم در یکی دیگه از روستاها ساکن میشن. حسن در همون زمان توسط مباشران خان در قلعه تنگستان کشته میشه. محمد هم صاحب فرزندی نمیتونسته بشه و احمد که جد رئیس علیه صاحب فرزندانی به نامهای عوض، عالی، ظاهر غلام حسین و ظاهر محمد میشه. اونها هر کدوم در زمان خودشون بزرگ و کت خدای محل بودن و ریاست خاندان و ساکنین منطقه ساحلی تنگستان رو داشتن. بعدها که نام خانوادگی در کشور مرسوم میشه، تعیین فامیلی احمدی برای فرزندان احمد تا حدی مبین همین گفته است. سواد رئیس علی در حد سواد مکتبخانه‌ای و خواندن قرآن و حافظ و سعدی و نوشتن اعداد و کلمات فارسی بود. اون سخت به فنون نظامی از سواری و تیراندازی علاقه‌مند بود و در این رشته‌ها مهارت و تبحر چشمگیری داشت. همین مهارت در قیام علیه نظامیان انگلیسی موجب غلبه‌اش در میدان‌های متعدد نبرد بر علیه قوای اشغالگر بریتانیا میشه. اون 4 بار ازدواج میکنه و از ازدواج سومش یه فرزند به نام عبدالحسین معروف بهادر و یه نوه به نام گلندام باقی میمونه. در پی فتح تهران به دست مشروط خواهان و پناهنده شدن محمد علی شاه و برخی درباریانش به سفارت روسیه در تهران، رئیس علی دلواری به همراه گروهی از تفنگچیانش در جنوب کشور به این قیام ملی میپیونده و در سال 1288 هجری شمسی شهر بوشهر رو از سلطه حاکم منصوب محمد علی شاه در میاره و اداره گمرک این شهر رو تصرف میکنه. به دنبال این تصرف بزرگ، تجار و بازرگانان انگلیسی که امتیاز ورود و خروج کالا در جنوب ایران رو در اختیارشون داشتن احساس خطر میکنن و از بیم از دست رفتن منابع سرشار در ایران خواستار سرکوب قیام انقلابیون میشن. قشون نظامی انگلیس دست به اسلحه میشه و حدود 5 سال با دلیران دشتی و تنگستان درگیر جنگ‌های نامنظم و پارتیزانی میشه. این وضعیت تا جنگ جهانی اول در مرداد 1293 شمسی ادامه پیدا میکنه. در کشاکش درگیری‌های پارتیزانی و حضور پررنگ‌تر نیروهای نظامی انگلیس در جنوب کشور، انقلاب بولشویکی در روسیه اتفاق افتاد و قشون روس از شمال ایران خارج شدند. این اتفاق موجب گسترش حضور نیروهای نظامی انگلیس به بخش‌های مرکزی و شمالی کشور و همچنین احداث چند خط آهن چند ده کیلومتری در جنوب و مرکز ایران میشه که مهمترین این خطوط راه‌آهن جنوب کشور بود که از سوی مهندسان انگلیسی برای تردد راحت‌تر و سریع‌تر نیروهای نظامی، اسلحه، مهمات و آذوقه احداث میشه.
در همین زمان دلیران دشتی و تنگستان بر شدت حملات خودشون بر علیه انگلیسی‌ها اضافه می‌کنن و در یکی از شبیخون‌ها که در تاریخ 21 تیر ماه 1294 شمسی اتفاق می‌افته، دو ژنرال بلندپایه انگلیسی همراه با ده‌ها سرباز انگلیسی و هندی کشته می‌شن. این اتفاق باعث خشم دولت انگلستان و ورود شبانه قشون نظامی تازه نفس در تاریخ 17 مرداد 1294 شمسی به جنوب ایران و اشغال بوشهر میشه. اشغالگران انگلیسی 5 روز بعد در تاریخ 22 مرداد به روستای کوهستانی دلوار یورش میبرن، اما بدون هر گونه مقاومتی این روستا را تصرف میکنن، چون تنگستانی‌ها با پیشبینی این حرکت نظامی انگلیسی‌ها روستا را از قبل تخلیه کرده بودند. قوای انگلیس هم برای تلافی این کار خانه‌های مردم رو ویران می‌کنه و نخل‌های خرما رو از بین می‌بره و همچنین دست به ترورهای کور می‌زنه. دلیران دشتی و تنگستان در مدت درگیری و جنگ با نیروهای انگلیسی روزها در مخفیگاه خودشون استراحت می‌کردند و شبها به نیروهای انگلیسی یورش می‌بردن و به قوای متجاوز انگلیسی تلفات انسانی و نظامی سختی هم تونستن وارد کنن. 2 ماه قبل از اون که قوای انگلیس بوشهر رو اشغال کنه، ژنرال کاکس کنسول انگلیس در جنوب ایران نامه‌ای به شیخ محمد حسین برازجانی مجتهد با نفوذ دشتستانی می‌نویسه که جواب اون نامه انگیزه قیام رئیس علی دلواری میشه. کنسول انگلیس در این نامه از آیت الله برازجانی میخواد با استفاده از نفوذش در جنوب کشور از آشوب و قیام احتمالی انقلابیون علیه اشغالگران انگلیسی جلوگیری کنه. اون در این نامه هشدار میده از دشمنی با پادشاهی انگلیس نه تنها سودی عائد کسی نمیشه، بلکه بی‌توجهی به هشدارها و ورود ایران به جنگ با قشون انگلیس موجب اشغال 1/3 خاک ایران توسط قوای متجاوز میشه. شیخ هم در پاسخ به ژنرال انگلیسی تمام مصیبت‌های مردم ایران رو به خصوص ساکنان استان‌های جنوبی کشور ناشی از تجاوز اشغالگران انگلیسی میدونه و هشدار میده هر گونه اقدام متقابل و انتقام جویانه نظامیان انگلیسی موجب عصبانیت و غیر قابل کنترل شدن مردم مبارز جنوب میشه. رئیس علی که از طریق شیخ در جریان تهدید ژنرال انگلیسی قرار گرفته بود، در چند نوبت به آیت الله برازجانی نامه می نویسه و از اون برای جهاد و قیام علیه قوای انگلیس کسب تکلیف میکنه. سرانجام شیخ با همفکری آیت الله سید مرتضی مجتهد و همچنین آیت الله سید عبدالحسین لاری و با استناد به حکم جهاد میرزای کوچک و ضمیمه کردن حکم میرزا بر حکم خودشون، واجب بودن جهاد با کفار انگلیسی و جلوگیری از رخنه قشون متجاوز به بنادر جنوب کشور و لزوم همکاری خوانین مناطق و بسیج مردم مسلمان برای رفتن به میدان جنگ تاکید میکنه و خانهای استان بوشهر رو به جهاد فرا میخونه. رئیس علی هم که منتظر صادر شدن حکم جهاد بود، خودش و تفنگدارانش رو آماده مبارزه با قوای انگلیس میکنه. اون اقدامات مقدماتی رو در خانه حاج سید محمد رضای کازرونی، یکی از دوستان باوفاش، برنامه ریزی میکنه. حسین خان چاه‌کوتاهی، ظاهر خان و خالو حسین دشتی هم به فاصله کوتاهی همراه سایر انقلابیون میشن و تفنگچیای تحت امرشون رو برای دفاع از بوشهر و جلوگیری از پیشروی نیروهای انگلیس آماده میکنن. رئیس علی در این دیدار از تشکر و همراهی برخی خانهای جنوب و تفنگداران جانبرکف قرآن طلب میکنه و بلند میشه و به قرآن تعظیم میکنه و اون رو با احترام روی میز جلوی خودش میذاره و رو به حاضرین در خانه حاج کازرونی میگه: ای کلام الله، گفتار مرا شاهد باش. من به تو سوگند یاد میکنم که اگر انگلیسی ها بخواهند بوشهر را تصرف کنند و به خاک وطن من تجاوز کنند، در مقام مدافع برایم و تا آخرین قطره خون من
بر زمین نریخته است، دست از جنگ و ستیز با آنان نکشم و اگر غیر از این رفتار کنم در شمار منکرین و کافرین به تو باشم و خدا و رسول از من بیزار شوم. این سخن رئیس علی به قسمنامه دلواری معروف و بین مردم استانهای جنوبی کشور پخش میشه. با اشغال بوشهر از سوی قشون انگلیس، رئیس علی و شیخ حسین و زاهرخان همراه با قیام دلیران دشتی و تنگستان علیه اشغالگران انگلیسی وارد جنگ‌های نامنظم میشن و به اشغالگران انگلیسی که بالغ بر صدها نفر تخمین زده شده بودند تلفات سختی رو وارد میکنن. در جریان یکی از حمله های شبانه که قوای خودی به مواضع انگلیسی ها حمله کرده بودند، به خاطر کینه قبیله‌ای غلام حسین تنگکی به مزدور انگلیسی ها در قوای خودی تبدیل شد و در منطقه تنگک صفر رئیس علی رو در تاریخ 12 شهریور 1294 هجری شمسی از پشت سر هدف گلوله قرار داد و به شهادت رسوند. غلام حسین تنگکی قبل از به شهادت رسوندن رئیس علی خطاب به صاحب منصب انگلیس گفته بود: من تشنه خون رئیس علی هستم، چون جد اون قاتل پسر عموی منه و مدت هاست که منتظر هستم با یه گلوله اون رو سوراخ کنم. پیکر رئیس علی دلواری به صورت موقت در زادگاهش به خاک سپرده میشه، اما مادر رئیس علی مدتی بعد پیکر فرزندش رو بنا به وصیتش به قبرستان وادی السلام در نجف اشرف منتقل میکنه و در اونجا به خاک سپرده میشه. خبر شهادت رئیس علی انعکاس گسترده‌ای در شهرهای جنوبی کشور پیدا میکنه و موجب برپایی مجالس ترحیم متعددی توسط روحانیون و مردم استان بوشهر میشه. شهادت اون موجب زنده شدن انگیزه و روحیه جهاد در مردم جنوب میشه، به طوری که نبرد جنوبگان با انگلیسی ها بعد از شهادت رئیس علی تا پایان جنگ جهانی اول ادامه پیدا میکنه و تلفات لوجستیکی و انسانی زیادی به قشون انگلیس اشغالگر وارد میشه. هرچند که این تلفات و مشکلات موجب خروج قشون انگلیس از ایران و رها کردن منابع عظیم خدادادی خلیج فارس هرگز نمیشه. خانه شهید رئیس علی دلواری در دلوار تنگستان سالها بعد به موزه مبارزه با استعمار تبدیل میشه. شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای در سال 1389 هجری شمسی روز شهادت رئیس علی دلواری رو به عنوان روز ملی مبارزه با استعمار انگلیس تعیین میکنه و 12 شهریور رو در تقویم رسمی کشور به نام اون نامگذاری میکنه. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. ممنون میشم برای حمایت از من کانالو سابسکرایب کنید و لایک و کامنتاتونم که مثل همیشه باعث انرژیه. مرسی، ممنون و خداحافظ.